10 تا از قدرتمندترین شیرها در تاریخ. شیر نر که به عنوان پادشاه ساوانا شناخته میشه، یکی از با ابهت‌ترین موجودات در دنیای حیواناته. ظاهر قدرتمند و با شکوه اون با یال بلند و پرپشت که دور گردنش و سرش رو پوشونده، نمایانگر قدرت و تسلط اون در طبیعته. شیرهای نر به عنوان رهبران گله نقش حیاتی در محافظت از قلمرو و خانواده خودشون دارن و با غرشی قوی و وحشتناک میتونن دشمنان رو از چند کیلومتری دور کنن. این غرور و ابهت همراه با رفتارهای اجتماعی پیچیده و هماهنگی‌های گروهی، شیر نر رو به نمادی از قدرت و شجاعت تبدیل کرده. اینجا کانال حیوانات مغزبازه و تو این ویدیو 10 تا از قوی ترین شیرها در تاریخ رو بهتون معرفی میکنیم. شماره 10، روور. فرانسیس چارلز بوستاک یک کارآفرین و مربی حیوانات انگلیسی بود که بخش سیار فستیوال بوستاک و وومول رو نمایندگی میکرد. اون اروپا و آمریکا رو گشت و در آخر به عنوان پادشاه حیوانات شناخته شد. بوستاک در سال 1911 داستانی رو تعریف کرد درباره یک شیر به اسم روور که یک ببر نر به اسم منتو رو کشت. مردم دیدن که شیر وحشتناک گردن منتو رو شکست، روی بدنش ایستاد و بلند غرش کرد و پیروزیشو بعد از نبرد اعلام کرد. این یکی از نبردهای بین ببرها و شیرها بوده که شیر توش غالب شد و پیروز بیرون اومد. شماره 9، پرنس. کلاید بیتی یه مربی حیوانات معروف دیگه، همینطور صاحب باغ وحش و گرداننده سیرک بود. اون در سال 1921 به سیرک بزرگ لندن هاو پیوست و 4 دهه بعدی رو صرف شهرت پیدا کردن به عنوان یکی از معروفترین اجرا کنندگان سیرک و مربیان حیوانات در دنیا کرد. اون یک شیر به اسم پرنس داشت که بزرگش کرده بود و معمولاً در نبردها شرکت می کرد. پرنس در طول زندگیش 5 تا ببر رو کشت که شامل 3 تا ببر ماده بود. شیوا، روزی و سیلیکا اسم اون 3 تا ببر ماده بودن. مهمه که بدونیم پرنس مسئول مرگ هر 3 تا ببر ماده در اوایل 1951 بود. پرنس قدرتشو با کشتن 2 تا ببر نر بزرگ چند سال بعد ثابت کرد. شماره 8، نرو. یه نمایشگاه حیات وحش با شیرها، خرسها، ببرها و حیوانات دیگه در سال 1822 توسط یک مرد انگلیسی به اسم جورج ومبل برگزار شد. قبل از نمایش، نرو داشت غذا میخورد و یک خرس بزرگ نزدیکش ایستاده بود و سعی داشت غذاشو از نرو بدزده. نرو غرش کرد و با پنجه‌هاش به خرس حمله کرد و ستون فقرات خرسو مثل یه شاخه شکست. همه فکر میکردن نرو وحشتناکترین شیر در زمان خودشه. شماره 7، کینگ ادوارد. در سال 1924 دیلی نیوز یه مقاله منتشر کرد درباره یک شیر به اسم کینگ ادوارد که توسط لوسیا جوار مربی بزرگ شده بود. ادوارد یه روز به شدت بیمار شد و ببر بنگالی که باهاش زندگی میکرد از بیماری و ضعف شیر باخبر شد. دین اون ببر بنگال از این موقعیت استفاده کرد و شروع به آزار شیر کرد. بعد لوسیا ادوارد رو متقاعد کرد که یه مرغ بزرگ بخوره که باعث شد بعدش خیلی فعال بشه و بعد نبرد شروع شد. با وجود حمله های وحشیانه ببر بنگال، یال شیر حملات ببر رو مسدود کرد. سرانجام ادوارد یک ضد حمله انجام داد و تونست اون ببر بنگال رو بکشه. شماره 6، لئو. در باغ وحش هندی جمناگار استیت، یک شیر به اسم لئو یه ببر بنگال عظیم و در سال 1951 کشت. ویکرما یک ببر 18 ساله که توسط ایالت جمنگار در سال 1949 به باغ وحش داده شده بود، بر اثر آسیب‌هایی که در یک نبرد خشن با لئو، یک شیر 7 ساله که در سال 1947 به باغ وحش آمده بود، جون خودش را از دست داد.
اونا در قفس‌های جداگانه کنار هم نگهداری می‌شدن. گفته میشه که این دو همسایه در حیات بیرونی با هم روبرو شدن و به خاطر اشتباه نگهبانی که در زمان صبحانه برای شستن قفس‌ها آمده بود به جنگ پرداختن. سرانجام شیر ببر رو که اون موقع 18 ساله بود کشت. شماره 5، کینگ. در سال 1949 یک ببر 400 کیلویی به یک سیرک اومده بود که قرار بود توی سیرک اجرا کنه. مردم قبل از اون ببر به این بزرگی ندیده بودن. در همون سیرک یک شیر به اسم کینگ هم بود که توسط یک مرد به اسم پرنس ال کیگوردوس تربیت شده بود. حین اجرا کینگ و ببر شروع به جنگ کردن و بعد از یک نبرد وحشیانه که چندین دقیقه طول کشید ببر توسط شیر کشته شد. شماره 4، بالتیمور. احتمالاً شما هم درباره بالتیمور، شیری که توسط جک بونویتا صاحب سیرک معروف بزرگ شده شنیدین. بر اساس سوابق، بالتیمور با حدود 100 موجود مبارزه کرده که اکثراً حیوانات سیرک بودن. تربیت چنین حیوان خطرناکی خیلی سخته. بالتیمور همه مربی‌هایی که سعی کردن اونو رام کنن و در دهه 80 کشت. بالتیمور با خرس قهوه‌ای روسی 410 کیلوگرمی جنگید و سرش رو برید و در نهایت لقب بزرگترین پادشاه شیرها رو به دست آورد. شماره 3، منلیک. فرانسیس بوستاک یک شیر به اسم منلیک هم داشت. حین یک اجرا در سال 1911 این شیر به طور اتفاقی در حالی که دنبال یک خرس گریزلی بزرگ و خطرناک به اسم پرزیدنت بود وارد یک تونل شد. با این حال منلیک به خرس حمله کرد و گردنشو انقدر شدید گاز گرفت که تقریبا از بدنش جدا شد. باور دارن که هیچ کس تا به حال چنین شیر کشنده‌ای رو ندیده. شماره 2، سلطان. شیر اطلس معروف سیرک کلاید بتی سلطان بود، بزرگترین جنگجوی زمان خودش. یه روز با نرو قدیمی ترین و قدرتمندترین شیر کلاید بتی جنگید. سلطان نرو رو شکست داد و رئیس جدید اونجا شد. سلطان یک شیر انقدر قدرتمند بود که بتی میخواست اون در فیلم قفس بزرگ در سال 1932 باشه که قرار بود با یک ببر بجنگه. اما سلطان خیلی سریع ببر رو کشت. به خاطر همین تهیه کنندگان مجبور شدن از یه شیر دیگه استفاده کنن که مدت زمان طولانی تری با ببر بجنگه. کلاید بتی در کتابش با عنوان روبرو شدن با گربه‌های بزرگ یادداشت کرده که سلطان طی دوران حرفه‌ایش چندین ببر رو شکست داده. شماره 1، باستوید. این شیر که در سیرک بتی در سال 1932 زندگی می کرد به عنوان بهترین جنگجوی تمام دورانها شناخته شده. این شیر واقعاً شجاع بوده. بر اساس گزارش‌ها این شیر نر سه تا ببر نر بنگال بالغ رو در سال 1936 هدف قرار داد و سرانجام نبرد و برد و هر سه تا ببر رو کشت. اگه این برنامه رو دوست داشتی یادت نره که لایکش کنی و نظرتم توی کامنت‌ها با هم در میون بذار. با مغز باز همراه باشید.